چطور این گایز؟ بریم سراغ ترک دانیال کادو. خیلی گفتیم آره دانیال رپر قدیمی، این ترک رو تقریبا فکر کنم تو ولنتاین داده بود که خب گذشته ازش، ولی گفتیم برید پس لطفا حمایت کنید، لایک و کامنت بذارید، چنل دوم رو هم حمایت کنید، اونجا تو دیسکریپشن اصلا کلا چیزش متفاوته، ربطی به موسیقی و اینا نداره ولی یه هدف خاص داره، حتما اونجا همراهمون باشین. این ورم که دیگه حمایت کنید هر چقدر که مرامتونه. بریم Let's go. برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده. کجا رفتی دختر نازم؟ بیا اینم آخرین کادوی ولنتاین من به تو. حتی خونه رو انتخاب کردیم دوتایی با هم، اولش فکر کردم مهم نی تو باشی یا نه، شدیم دوتا آدم که اینو جغتا میخوابن، جفتمون میدونیم ما به هم متادیم تا مرگ. یادو تو گفتم از سودا بهمون قبطه میخورم، بعد تو دستمو میگیرن چیزی حس نمیکنم، تو یادم دادی که مردم هم گریه میکنن، همین روزا رو این مخدر را سکته میکنم. اولش فکر کردم برای دخترش داره میخونه، بعد فهمیدم نه برای دخترش داره دخترش آره. که حالا همدیگر صدا میکنن آره دخترم میگم اولش من ددی بابایی ندیگه، ولی من اولش فکر برای دخترش داره میخونه ولی آره. الان متوجه شدم بکش هم که حالا ولنتاینه دیگه آره. موضوع عشقی و اینطوری ها آره. هر کی وعده تو گفت اونشو چیدم، اون که آرزو همه بود فقط دور تو میگشت، رفیقا میگفتن آپشنی نداره، میگفتم خفه شید و فقط خودتو دیدم، نگام به سقف اتاقم و حسی نیست به کل، تو پیوی مو چک میکنم من هیلی ریکس تو، حتی اگه با اونی یه رو که خونه نبودش برات میفرستم اسفینیکس تو، بگو خودم خریدمش تو که بلدی دروغ گنا داره حس تو، اش بده علکی بروز فکر نکنی زرنگی یا دختر ناز من، ما هم خیلی چیزا میدونستیم نزدیم تو روت. آخه اسفنیکس تو گفت میفرستم برات آره. منظورش گربه اسفنیکسش بود، چون اسم یه نژاد گربه هستش فکر میکنم، اطلاعی ندارم نمیدانم. الان از این چیزا رو میپرسی باز میگن قبلش برید یه تحقیقی چرا بکنیم. باید تحقیق بکنیم چون موزیکو داریم بر اولین بار میریم تحقیق میکنیم، میان میگن چرا رفتین کردین، نمیریم بکنیم چیلی کوبا اگه بخوایم به حرف همه بکن. تا اینجا یه کار خیلی خوب بود، من صدای دانیال خیلی خوشم آره من هم خیلی خوشم ترک قبلی که چکی رو ازش ما شنیدیم اولین بار، ولی ترکش هم صداش کلن خیلی قوی آره. هستش من موزیکم خب موزیک غمگین توری و عاشقانه آره. است آره. ولی قشنگه آره، تو مودش باشی میچسبه آره دقیقاً. خیلی چیزا میدونستیم نزدیم تو روت، دخترم نفهمیدی من تو سربالاییم، حالم بعد بعضی شبا میخوام از بالایی مرگ، گفتی تو زندگیم بابا نبوده، گفته خودم هم دوست پسرت هم باباییتم، یه سری از اخلاقام بودش برای تو فقط، با اینکه دیدی میدویدن همه پشت سرم، لجبازی انتخاب میکردی نفهمیدن و میگفتی نباید عکس بگیرم با فن دخترم، با اینکه فشارش بود روی کولم همه چی. اینجاش دیگه فهمیدیم چرا بهش میگه دخترم آره. گفت به خاطر اینکه بابا ندارم، هم میشم دوست پسرت هم خودم میشم بابا، ولی این اخلاق دخترها رو و خیلی از پسرها رو من هیچ موقع درک نمی کنم. هنرمندا یه ذره سختشونه، البته به غیر از هنرمندا من کلا دارم میام آقا طرف آزاد بذار، بذار هر کاری میخواد بکنه، یعنی واقعا کسی که بخواد خیانت بکنه هر جوری باشه میکنه ولی یکم آزادی عمل بدین به هم دیگه. محدودیت خیلی مزخرف، یعنی صاحبش اینو تو رابطه صاحب که نیستی، مثلا یه کالا که نخریدی، اینو نمیفهمم. دو تا انسان میخواد عکس بگیره، میخواد چت کنه، اگه بد باشه در نهایت خودشو نشون میده و ضربش میزنه. چه بهتر که بفهمی اگر بد هست طرف آره، اون محدودیت تو اگر یه آدم خوبم باشه واسه میشه از اون قفسه بخواد فرار دقیقاً کنه. دقیقاً همینطوره. ولی این یک مورد خیلی کم بین ایرانی ها جا افتاده و آره. اگه پسر بخواد نسبت اسمش به دوست دخترش آفرین. محبت اگه نداشته باشی پس تو من دوست نداری. آره و میگم بی غیرت هستش. به نظرم کس و شعری بیش نیست این چیز. یکم آزادی. با این که فشارش بود روی کولم همه چی، خواستم همه چی بخرم برات پولم نرسید، خودت دیدی خیلی جا دویدم، خواستم همه چی رو درست کنم زورم نرسید. آدم ها اشتباه میکنم، اشتباه کردم، بکرم این تلاش کنم درست میشه، اشتباه کردم،
باید میفهمدم با من خوشحال نیستی دیگه، تلاش بی خود داشتن میکردی. حرف قشنگی زد. آره. باید ما باید بفهمیم این ترک به نظر من درس داره، جدا از عشقی بودنش. آره. داره درسایی که از رابطه گرفته رو میده و باید درس بگیریم، صرفا گوش ندیم به خاطر اینکه توی فاز لاو. آره میریم دیگه. و شکست عشقی خوردیم. آره داره میگه که بعد میفهمیم آقا یک بشناس پارتنرتو، بشناس رفتاراشو، بشناس بفهم که کجا دیگه باید بس کنی. طرف نمیخواد، سخته. آره. آدم خیلی دوست داشتن جرقه اولی است. اون شناخت که هر دو طرف از همدیگه بخوان داشته باشن و اون فهمیدن همدیگه باعث میشه که اون رابطه موندگار بشه. دقیقا. اگر وگرنه که هیچ رابطه موندگار یعنی نمیخواد. در اصل جدا از پارتنر عشقی هم بودن به نظر من اول دو نفر باید دوست هم باشن در وهله اول و بعد در کنارش اون عشق رو. آره و یعنی عشقی نمیمونه، دقیقاً قفس میشه، هی میخوای خفه کنی همدیگه رو. اون روزایی که بهم گفتی توی سینمه، یه چند دفعه تو کوچه دیدمت، اومدم بیام جلو پاهم حرکت نکرد، امشب بیا تو خوابم میخوام خوب ببینمت. دلم نمیخواد بپرم از این خواب، قصفا میزنم یه طوری بکنم از این حال، انقدر تو این خیابونا مخاطره داریم، شاید همین روزا برم از ایران بدون اینکه هیچ جهدی بفهمه کجا هم میرم، دیگه حتی مهم نی بشکنه پولا هم. روزی که بکنم عکسامونو پاک، جگر گرد دارم و پسرش رو جام میرم، ولی قول بده دخترم نباره چشات، تمه وجود و بودنم بشه فدای نگات. میگن اینه تیر و کمان ودا، تو سرمی تا موقعی که پرام بشه باز، چشام که با میشه میزنم خودم رو به خواب، میخوام نبینم چیزی و تا که رولم بشه چاق. هر کی بهم میگه دخترت چه خبر، چشام رو میدوزم یه موقع لو نره چشام. این دو... به خاطر عشقی که تو چشاش میشه. و یه درس دیگه این که آقا اینا هم احساس دارن و گریه میکنن، یه چیز خیلی طبیعی هستش اگر بغض کنن انسانی آقایون و بخوان که آره انسانی هممون انسان احساسات داره، ریاکشنش هم همینه دیگه، یا این گریه است یا خنده است. باشه که سنگه واقعا. در چه خبر چشامو میدوزم یه موقع لو نره چشام، این دافو نمیتونن جا تو بگیرن، میام ولی میگیرمشون، مگه مموری پاکشیم تو زنم، توی لک خونی رو پیرن سفیدم، شبای یه طوری میزنم که تا زورا میخوابم، بیدار میشم این سربازا با کما بیدارم، دخترم میخوام قولی بدی بهم، حواست باشه که اون بیرون گرگا زیادن، ما به جرم عاشقی با هم زندونی بودیم، حیف تنات میذاره اونی که یه روزی بوسیدت، راستی یادم رفین و بگم بهت، کادو تو اومده جای هودی تو سیه. حالا یه حالت نصیحت طوری هم داشت که حالا شد بود. از نگاه پدرانه، چون گفت پدر نداشتی و منم هم پدر بودم برات با دخترش صحبت و کردم. هم یک درسی بود برای کسایی که دارن میشنون، یعنی به نظر من خیلی خوبه که آدم درس بگیره. موزیکا اکثرش توش هست درس. آره. رو اگر گوش میدیم نکته هاش هم دقیقا خوب بود، غمگین میکرد آدم رو. ولی من خودم به شخصه اصلا آدمی نیستم که بخوام این سبک ترک رو گوش بدم، به خاطر اینکه یعنی اصلا به حس و حال من نمیخوره. ولی من این ترک رو صرفا اینو خیلی خوشم آمد، چون که واقعا چیز یاد آدم میداد و حس خوبی داشت. آره. صدای دانیال هم به نظرم خیلی قشنگه، یه آرامش خاص، انگار حالت نیکوتین داره صداش نزدیک به صدای آرتا هست. و این صداهای بمطوریه، حالت خوبی. من حس صدای شایه هم ازش میگیرم. آره، حالت صدای شایه هم داره دی، همون نیکوتینه رو تو صداش داره. خیلی خوب بود، مرسی که پیشنهاد دادین ریاکشن بریم به این ترک. اینستاگرام های ما ایدیاش این بالا میاد، همدیگه رو توی عشق خفه نکنید بچه ها، به احساسات هم و به خواسته های هم احترام بذارید، اونجاست که همچین شیرین خوشمزه میشه زیر دهنتون عشق و دوستی. تا یه ویدیو دیگه مثل همیشه کس مادره خواهی منی خواهی منی جفتش باش. خدافظ.